فشار برای بیرون راندن مستأجر کاخ سفید در آخرین روزهای قدرتش. دموکرات ها میگویند پای کار ایستادند. کابینه ترامپ یا باید او را برکنار کند یا منتظر استیضاحش باشد. خبرنگارمان از آخرین کشمکش قدرت در واشنگتن به ما خواهد گفت. هدف از استیضاح ترامپ چیست؟ پیامدهای جدی دارد یا هیاهویی بسیار است برای هیچ؟ این سوال را از رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا و یک تحلیلگر مسائل ایالات متحده می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب، احتمال باز شدن پای دادگاه‌های بین‌المللی به پرونده هواپیمای اوکراین. ایران اما گفته فقط خودش صلاحیت رسیدگی دارد. شتاب ایران برای غنی‌سازی 20% اورانیوم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته برای احیای برجام فقط چند هفته باقی است، نه چند ماه. گل مساوی، ضربه می‌زنه توی دروازه، توی دروازه گل مساوی مهدی قائمی. و آلودگی و مازوت هم مانع برگزاری دربی 94 نشد. تساوی قرمزپوشان و آبی‌ها در مسابقه بی تماشاگر پایتخت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا عزم را جزم کردند که دونالد ترامپ را از کاخ سفید به زیر بکشند و آینده سیاسی او را تیره و تار کنند، آن هم در روزهای پایانی ریاست جمهوری او. حرف دموکرات‌ها این است که دونالد ترامپ با فراخواندن طرفدارانش به کنگره آمریکا حرکتی را سازمان داده که با توسل به خشونت و زور زمام امور را در دست خود نگه دارد. از نظر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این حرکت معنایی نداشته جز تلاشی برای غصب قدرت بعد از پایان دوره قانونی. به همین دلیل خانم پلوسی از امروز بررسی قطعنامه‌ای را کلید زد که با استناد به متمم 25 قانون اساسی آمریکا ممکن است به آغاز روند استیضاح منجر شود. ولی چقدر بخت با دموکرات‌ها یار است؟ اصلا آنها از استیضاح رئیس جمهوری که آفتاب دولتش لبه بام است چه سودی می‌برند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از هادی نیلی. فقط 260 چند ساعت تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده و مخالفانش لحنی تندتر و بیرودبایستی تر از همیشه گرفتند. حالا دموکرات‌های کنگره که با آغاز دولت جدید اکثریت را در دست خواهند گرفت میگویند یا باید خود کابینه رئیس جمهور را خلعیت کند یا آنها در کنگره استیضاح دونالد ترامپ را آغاز می‌کنند. آنچه آتش مخالفت را تندتر کرده حمله 5 روز پیش گروهی از طرفداران تندرو دونالد ترامپ بود که به ساختمان کنگره یورش بردند. آشوبی که تاکنون تایید شده دست کم 5 نفر در جریان آن کشته شدند، از جمله یک مأمور پلیس. حمله‌ای که مخالفان دونالد ترامپ میگویند به تحریک و تشویق او بوده. مجلس نمایندگان در قطعنامه از معاون رئیس جمهور می‌خواهد با استفاده از متمم 25 قانون اساسی دونالد ترامپ را برای همین چند روز باقی مانده خلعیت کند. قانونی که به اعضای کابینه اجازه می‌دهد در صورتی که ببینند رئیس جمهور دیگر کفایت ندارد از معاون او بخواهند که اختیارات او را در دست بگیرد. من متمم 25 قانون اساسی رو دوست دارم چون از شرش خلاص میشیم و از کار برکنار میشه. اما در مجلس خیلی‌ها هستن که با استیضاح رئیس جمهوری برای بار دوم موافقن. استیضاح رئیس جمهور در کنگره باید در مرحله اول در مجلس نمایندگان و در مرحله دوم در مجلس سنا رأی 2/3 اعضا را بیاورد. دموکرات‌ها برای مرحله اول تعداد رأی کافی در مجلس نمایندگان دارند، ولی برای مرحله دوم به رأی چندین سناتور جمهوری‌خواه هم نیاز دارند. اما بعد از حمله هفته پیش به کنگره، صدای جمهوری‌خواهان مخالف دونالد ترامپ هم قوی‌تر شده. از جمله این سناتور که از پیش اعلام کرده دیگر در پی انتخاب مجدد نیست. فکر میکنم بهترین کار برای کشور ما اینه که رئیس جمهوری هر چه زودتر استعفا کنه و بره. قبول دارم که احتمالش کمه، اما این بهترین راهه. دموکرات ها نقدم میگویند استیضاح را دیرتر به سنا میفرستند تا جو بایدن رئیس جمهور جدید بتواند در هفته های نخست آغاز کارش اول اعضای کابینه و مقام های دولتی را به سنا معرفی کند و برایشان رأی بگیرد. روشن است که استیضاح کنگره تأثیری بر ادامه این 9 روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ نخواهد داشت، ولی استیضاح او پس از پایان دورش میتواند مانع از این شود که او دیگر برای هیچ سمت دولت فدرال انتخاب شود، از جمله برای ریاست جمهوری. گمانه‌زنی‌ها و شواهد متعددی در بین بود که دونالد ترامپ میخواهد 4 سال دیگر دوباره برای ریاست جمهوری نامزد شود. در همین حال وبسایت پارلر که در ماه‌های اخیر خیلی بین راستگراها و حامیان دونالد ترامپ محبوب شده بود، برای مدت نامعلومی از کار افتاده.
بعد از بسته شدن دسترسی او به شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک. شرکت‌های تجاری فناوری ارتباطات می‌گویند نگران بودند که افراطی‌های حامی دونالد ترامپ از این ابزارها برای سازماندهی یک حمله دیگر در روزهای آینده استفاده کنند. در میان این بحران دونالد ترامپ می‌خواهد در این آخرین روزها به لب مرز آمریکا با مکزیک سفر کند. کنار دیواری که وقتی می‌خواست به ریاست جمهوری برسد وعده داده بود ایجاد کند تا ورود مهاجران غیر مجاز را محدود کند. همین 9 روز باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم برای مخالفان او طولانی به نظر می‌رسد. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. هادی نیلی همچنان از واشنگتن با ماست. هادی بگو که کار به کجا رسید؟ امروز دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان تلاش کردند قطعنامه‌ای که از مایک پنس معاون رئیس جمهوری می‌خواد ظرف 24 ساعت متمم 25 رو به کار بندازه و جلسه‌ای در کابینه تشکیل بده و رایزنی بکنن، بررسی بکنن امکان یا لزوم کنار گذاشتن رئیس جمهور، خلعیت رئیس جمهور در همین 9 روز آینده رو دموکرات‌ها می‌خواستن پیشنهاد بکنن در مجلس نمایندگان، ولی با ممانعت جمهوری‌خواهان نگذاشتن که به طور در واقع اجماعی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه. قرار هست که فردا طبق روند معمول برای قطعنامه‌ها این قطعنامه به رأی گذاشته بشه. به این ترتیب فقط کمی عقب افتاد. در این حال دموکرات‌ها پیشنویس طرحشون برای استیضاح رئیس جمهور رو ثبت کردن. این در واقع دادخواستی هست که در دادگاه کنگره، یعنی کنگره به عنوان دادگاه داره این دادخواست نزدش ثبت میشه از طرف دموکرات‌ها و گفته شده که زمانی شروع کردن به نوشتن این پیشنویس، متن رو شروع کردن به نوشتن اعضای دموکرات مجلس نمایندگان که روز چهارشنبه قایم شده بودن در اتاق‌هاشون یا در سالن‌هایی که ماموران انتظامی از اونها خواسته بودن، وقتی که گروهی از هواداران تندروی دونالد ترامپ بعد از سخنرانی او به کنگره یورش بردند و درها رو شکستن، رخنه کردن به کنگره و دیدیم که چه شد. امروز در تصاویری که از واشنگتن به سراسر جهان مخابره شد ما گارد ملی رو می‌دیدیم که از ساختمان کنگره حفاظت می‌کنه. اگرچه خب جمهوری خواهان هم تعدادشون در کنگره کم نیست، در مجلس نمایندگان و همینطور در سنا، ولی چقدر احتمال داره که اونها همراهی بکنن با استیضاحی که فردا بخواد شروع بشه؟ این یاداوریش مهمه که روز چهارشنبه که این گروه از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره ریخته بودن، صداشون ضبط شده که دارن شعار میدن مایک پنس رو اعدام بکنید، دار بزنید. معاون رئیس جمهور، کسی که فردیه که پشت سر رئیس جمهور در این 4 سال بوده، مرتب ازش حمایت کرده، ولی شعار میدادن اون رو باید دار بزنید به خاطر اینکه اون کاری که رئیس جمهور دونالد ترامپ ازش خواسته بود رو انجام نداده بود. اون کار چه بود؟ این بود که نتایج رو طبق قانون تایید نکنه، روند قانونی رو طی نکنه. و دیدیم هم که مایک پنس چقدر محکم و به مراتب تندتر از خود رئیس جمهور علیه این تظاهرات کنندگان و خیلی زودتر از او موضع گرفت. به این ترتیب لزوماً همه اون جمهوری خواهان کنگره کسانی نیستن که اون معترضان تندرو، اون کسانی که یورش بردن به کنگره، آشوبگران، اونها خودشون رو در طرف اونها ببینن. خیلی از جمهوری خواهان دارن الان این رو میبینن که دونالد ترامپ داره از صحنه کنار میره. کسانی که در این 4 سال هم از دونالد ترامپ حمایت کردند، اگر ببینن که با استیضاح دموکرات ها آقای ترامپ ممکنه که محروم بشه از اینکه دیگه برای ریاست جمهوری نامزد بشه، شاید خیلی از جمهوری خواهانی که خودشون رو در صف میدیدن برای نامزدی حزب جمهوری خواه و حضور آقای ترامپ میتونست مانع اونها بشه، شاید اونها هم روی خوش نشون بدن به این استیضاح. و به این ترتیب اون بیش از ده نفر سناتور جمهوری خواه که دموکرات ها لازم دارن برای تصویب نهایی استیضاح در کنگره رو اونها بتونن به این ترتیب به دست بیارن. یعنی بیرون رفتن دونالد ترامپ از صحنه سیاسی بعد از تحلیف جو بایدن و آغاز ریاست جمهوری او شاید در این مورد به نفع دموکرات ها عمل بکنه و برخلاف استیضاحی که قبلا یک بار دیگه در کنگره دموکرات ها پیش بردن و جمهوری خواهان جلوش رو گرفتن و نگذاشتن که در نهایت رئیس جمهور محکوم و برکنار بشه، شاید این بار بتونن با وجودی که دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مدت ها ازش گذشته و دیگه رئیس جمهوری جدیدی در دفتر خواهد بود، ولی شاید دموکرات‌ها بتونن به این ترتیب جلوی اینکه دونالد ترامپ در سال‌های آینده برای سمت‌های فدرال به خصوص ریاست جمهوری نامزد بشه و همینطور دریافت حقوق بازنشستگی و خدمات مالی و در واقع بودجه‌ای که برای تأمین حفاظت او و سفرهای او در نظر گرفته شده بتونن جلوی اون رو بگیرن. ممنونم از هادی نیلی در واشنگتن.
فرد فلایتس رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ از واشنگتن دی سی با ما. آقای فلایتس پیشتر در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، وزارت خارجه و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا بوده و حالا هم رئیس مرکز سیاست گذاری امنیتی است. آقای فلایتس، شما با آقای ترامپ کار کردید ولی اعتراض های خشونتبار در کنگره رو در حسابتون در توییتر محکوم کردید. درباره استیضاح آقای ترامپ چی فکر میکنید؟ خب این یک زمان دشواری برای کشور ماست بعد از رویدادهای بی سابقه، خشونت بی سابقه که در کپیتول هفته گذشته شاهد بودیم. روشن که خیلی از آمریکایی ها، خیلی از اعضای کنگره از این بابت عصبانی هستند. اما وقتی که به فرایند و روند استیضاح نگاه میکنید چند مشکل هست. در درجه اول تلاش های نانسی پلوسی برای اینکه این استیضاح رو به پیش ببره فقط مربوط به بحث خشونت در کپیتول نیست. این در واقع نشون دهنده عدم علاقه و نفرتی است که او از دونالد ترامپ داره از روزی که رئیس جمهور شده و همواره در چنین تلاشی بوده که شما اگه به خشونت‌های پیشین نگاه کنید، اگر به تلاش‌های او در ماه ژانویه نگاه کنید وقتی که همکاری نمی‌کردن بر سر این بسته کمکی مربوط به همه‌گیری کرونا، اینها نشون میده قضیه از چه قراره. و اگر شما دقت کنید نکته دیگه اینه که فرایند استیضاح مشکلی برای دولت آینده بایدن هم خواهد بود، برای اینکه در واقع کنگره رو منجمد میکنه، فعالیت اون رو به کنار میگذاره تا برن روی بحث استیضاح و اون وقت نمیتونن که به عنوان مثال اشخاص معرفی شده برای کابینه بایدن رو بررسی کنن. اما به هر حال احتمالاً نانسی پلوسی این تلاش رو جلو خواهد برد. در نهایت این فرایند استیضاح مشکلات رو حل نخواهد کرد، چون پرزیدنت ترامپ رو در نهایت محکوم نخواهد کرد این فرایند استیضاح. من الان از همینجا میبینم که روی دیوار شما حکمی رو دارید که به امضای دونالد ترامپ هست، خیلی آشنا به نظر میاد. ولی شما در حساب توییتر خودتون حمله معترضان به ساختمان کنگره رو که توسط آقای ترامپ تشویق شده بود محکوم کردید، درسته؟ من یک بیانیه رو منتشر کردم و در اون گفته شد که این خشونت جای تقبیح داره، مهم نیست که گروه های آنارشیست از نوع BLM جان سیاهان اهمیت دارد یا انتیفا، این به اصطلاح ضد فاشیست های انتیفا باشند یا گروه دیگری باشند. این نماینگر روح حزب جمهوری خواه نبود، حزبی که حزب حاکمیت قانون و نظم هست و ما باید در این باره صادق باشیم. خیلی خوب، صرف نظر از اختلافاتی که شما به درستی اشاره کردید بین نانسی پلوسی و دونالد ترامپ بوده و همینطور بین آقای ترامپ و بسیاری از دموکرات ها، همین چیزی که شما محکوم کردید کافی نیست برای این که آقای ترامپ باید مورد بازخواست قرار بگیره؟ Well, President Trump is leaving office. President Trump کمتر از دو هفته دیگه از دفتر خودش، از سمت خودش خارج میشه. این ایده که بخوایم او رو پیش از این موعد اخراج کنیم و او رو مجازات کنیم، مشکل این قضیه اینه که فقط تنش و خشم جناحی رو بیشتر میکنه. بسیاری از جمهوری خواه معتقدن که فکر میکنن که پرزیدنت ترامپ رو به صورت ناعادلانه داره باش رفتار میشه. بسیاری از اونها معتقدن که انتخابات درش مشکلاتی بود، تخلفات یا تقلباتی بود و این حرکت نانسی پلوسی کار گذار به دولت خود جو بایدن رو سخت‌تر میکنه، کار جو بایدن رو برای شروع بی‌مشکل مشکل دوره خودش دشوارتر خواهد کرد. بنابراین باید که به این نکته توجه داشته باشیم در واشنگتن. در اعتراضایی که به کنگره کشید 5 نفر کشته شدند. مسئولیت این کشته ها بر عهده کیه؟ بالاخره باید کسی پاسخگو باشه یا نه؟ Well,
من فکر میکنم افرادی که درگیر این خشونت غیرقابل توصیف بودند احراز هویت شدند، اونا باید محاکمه بشن. بعضی از اونا همین الان فرایند قضایی علیه اونا شروع شده و هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه خواستار این شدند. در گذشته ما خیلی تقاضاها داشتیم برای رژه رفتن، برای راهپیمایی کردن به سمت کاپیتول. پرزیدنت ترامپ هرگز نگفته بود که نخواسته بود از این طرفدارانش که بریزن به داخل ساختمان کنگره، و این رو باید اشاره کنیم بهش. وقتی که آقای برت کاونا رو یکی دو سال پیش آقای ترامپ برای دادگاه عالی آمریکا معرفی کرد، دموکرات ها و طرفداران اونها موفق شدن که بریزن به داخل ساختمان کنگره، و من یادم نمیاد که اون موقع دموکرات ها این قضیه رو محکوم کرده باشن. این به این معنی نیست که کسی نخواد که کسانی که در این مورد قانون شکنی کردن نباید محاکمه بشن، نباید پاسخگوی اعمالشون باشن. متشکرم از فرد فلایتس، رئیس دفتر پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ از واشنگتن دی سی با ما. فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، هم از واشنگتن دی سی با ما هستند. خانم پزشک، شما چی فکر میکنید در مورد این استیضاح؟ به نظر میاد که خیلی معلوم نیست که به جایی میرسه یا نمیرسه. حقیقتش بخواهیم، همونطوری که آقای نیلی هم اشاره کردن، با توجه به اینکه به نظر میاد هر چقدر ابعاد این حمله به کنگره بیشتر داره روشن میشه، ویدیوهای بیشتری میاد بیرون و بیشتر میبینیم که چقدر میتونست شرایط سهمگین‌تر از این باشه و حتی کشتار جدی‌تری انجام بشه، سیاستمداران در هر دو حزب، چه جمهوری خواه چه دموکرات، ها مصمم‌ترن که باید یک تبعاتی وجود داشته باشه برای تمام کسانی که باعث و بانی این اتفاق بودن، از جمله آقای ترامپ. حتی آقای مکانل که معمولا خیلی محکم و مصمم اگر قرار باشه جلوی کار رو بگیره صحبت میکنه، توی اون مموی که همون شب اول فرستاد از اینکه چطور روند استیضاح پیش خواهد رفت، توضیح داد که روند استیضاح چطور خواهد بود. برای ایمیلی که به سناتورهای جمهوری خواه زده بود، هیچ اون رو تشویق نکرده بود که مثل قبلا که بیانیه‌هاش میومد بیرون یا ایمیل‌های داخلی میومد بیرون که ما هم متحد خواهیم ایستاد، نخواهیم گذاشت که این استیضاح به جایی برسه. مرحله به مرحله توضیح داده بود که چه اتفاقی میفته. روزهای اول صحبت از این بود که شاید اصلا آقای مکانل هنوز داره از آقای ترامپ دفاع میکنه و به همین دلیل هم حاضر نیست زودتر استیضاح رو اجرا بکنه، ولی اینها پروسیجرهایی هست که الان باید انجام بشه. یعنی چون در تعطیلات سنا هستن، اگر قرار بشه برگردن، باید هر 100 سناتور متفقاً تصمیم بگیرن که میخوان برگردن به سنا، و با توجه به اینکه میدونیم حداقل 7 سناتور جمهوری خواه بعد از همه اون اتفاقا به نتایج الکترال کالج اعتراض کردن، میشه انتظار داشت که 100 سناتورها به این رأی ندن. ولی به نظر میاد رهبران جمهوری خواه هم تا حدی خستن از این وضعیت و متوجه این هستن که راهی که داریم پیش میریم یک راه دیگه پر از خشونت، فقط مسئله سیاست گذاری و چیزهایی که مورد انتظار جمهوری خواه های در قدرت هست نیست. من فکر میکنم که احتمال اینکه اگر که کنگره استیضاح رو بفرسته به سنا و شرایط همینطور باقی بمونه و آقای ترامپ سعی نکنه که این شرایط رو کنترل بکنه، یعنی اگر که نپذیره و نخواد که بر این مسالمت گذار مسالمت آمیز تاکید بکنه، میشه انتظار داشت که حتی این بار جمهوری خواه ها رأی بدن به استیضاح. بسیار خب، آقای فلایتس رو شاید حرف آقای فلایتس رو شنیدید که با ایشون داشتم صحبت میکردم. حرف ایشون اینه که دارن سوء استفاده میکنن دموکرات ها، به این معنا که کار رئیس جمهور تمومه، یک اتفاقی افتاده که بیشتر ریشه در کشمکش های شخصی گذشته داره. من فکر نمی کنم که حتی همحزبی های ایشون خیلی یه سرشون موافق این حرف باشن. مثل این میمونه که ما یک خشونت، یک جرمی اتفاق افتاده باشه، یک کسی کشته شده، و بعد بگیم که خب دیگه دادگاه نمیخواد برای کسی که این جرم رو کرده، نیازی نیست که متهم بشه چون داره میره. یعنی به هر حال تبعاتی باید باشه برای آیندگان اگر یک رئیس جمهور دیگه اومد سر کار، که خب دید همه این کارا رو میشه کرد و هیچ تبعاتی هم نداره براش. چیزی باعث خواهد شد که اون وقت رؤسای جمهور دیگه این کار نکنن، یا دولت مردان دیگه، سیاست مداران دیگه این کار رو نکنن؟
الان فقط صحبت از استیضاح آقای ترامپ هم نیست، الان صحبت از این است که این نمایندگان چه کنگره فدرال چه نمایندگان ایالتی که خبرها و عکس‌هاشون هست که توی این تظاهرات شرکت داشتن و به طور خشونت‌آمیز وارد کنگره شدن، اونها رو چه باید کرد؟ باید روی اونها فشار گذاشت که یا استیضاح اخراج بشن یا استعفا بدن. فقط مسئله آقای ترامپ نیست، ولی آقای ترامپ به معنی کسی که در 4-5 سال گذشته و حتی قبل از اون خیلی تاکید می‌کرد روی این تئوری های توته، یعنی دیگه ما راجع به فکت صحبت نمی کنیم، راجع به نظر آقای ترامپ داریم صحبت می کنیم که معتقد با اختلاف میلیون ها رأی برنده شده. خب همین، ببینید اگر این ها که مسئولیتی نباشه چه باید کرد؟ بله، اینها هم کم تعداد نبودن. شبکه توییتری که در اختیار آقای ترامپ بوده، اکانت توییتر بسته شده، اپلیکیشن پارلر رو هم بستن. این افراد نچندان کم شمار، اینها اگر صداشون به این شکل خاموش بشه، این به این شکل صداشون خفه بشه، در حقیقت چه پیامدی داره؟ آیا پاک کردن صورت مسئله نیست؟ بحث خشونت و آزادی بیان خب فکر میکنم متفاوت هستش. الان صحبت‌های زیادی در مورد مسئله آزادی بیان هست، نه در مورد شخص آقای ترامپ، بنگ خب آقای ترامپ دسترسی داره به اتاق کنفرانس کاخ سفید و هر وقت که بخواد میتونه صحبت بکنه، زنگ بزنه به فاکس نیوز، یعنی اونطور نیست که آقای ترامپ نتونه صحبت کنه. ولی در مورد طرفدارانش و کسانی که تو این شبکه ها هستن، صحبت آزادی بیان و اینکه شبکه شرکت های خصوصی، پلتفرم های خصوصی چقدر میتونن آزادی بیان رو محدود بکنن یا نه، خیلی زیاده. ولی الان بحث خشونت بیش از هر چیزی که برای کنترل این خشونت و پیامدهای کسانی که این خشونت رو چه ترویج کردن، تهییج کردن و اجرا کردن چه خواهد بود. وگرنه من هم جزو دسته هستم که موافقم آزادی بیان حد و مرز نداره و باید اتفاقا این حرف ها زده بشه و راهی برای جلوگیریش از طریق قوه قضاییه باشه، نه از طریق بگیر و ببند محدود کردن آزادی بیان. ولی در حال حاضر صحبت یک سری پلتفرم های خصوصی، این دولت نیست که اینها رو داره آزادی بیانشون رو محدود میکنه. فکر میکنم کنگره در آینده بحث سوشال میدیا رو ادامه خواهد داد و پی خواهد گرفت که اصلا قدرت سوشال میدیا چقدر خواهد بود. در این لحظه خاص و در شرایطی که ایالات متحده درگیره یک تنش بسیار پرخشونت، یعنی الان FBI همین چند دقیقه پیش یه بولتنی داده بیرون که در هر 50 ایالت داره برنامه ریزی میشه برای اینکه به کنگره های ایالتی حمله مسلحانه بشه و بین 17 تا 20 ژانویه در واشنگتن DC حملات مسلحانه انجام بشه. با این شرایط چه باید کرد؟ چطور باید درسی داد که حکومت قانون اینجا برقراره و فارغ از اینکه رئیس جمهور قانون شکنی کنه یا یک کسی که در نیروی نظامی یا ارتش وجود داره و یک شهروند عادی تبعاتی برای اون خواهد داشت؟ بعد از اون فکر میکنم در مورد سوشال میدیا قطعا به نظر میسه که کنگره و قانونگذاران پیگیری خواهند کرد. صحبت خیلی زیادی در طول این سالها بوده در موردشون. خیلی ممنونم از فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل در واشنگتن DC. در ایران همزمان با بالا گرفتن انتقادها از کمکاری این کشور در رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای مسافر برای اوکراین، سخنگوی وزارت خارجه گفته که ایران در پیگیری قضایی متهمان صلاحیت انحصاری دارد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم میگوید هیچ خط قرمزی برای پیگیری این پرونده وجود نداشته. با این حال مقام‌های اوکراین و کانادا و خانواده‌های قربانیان پرواز هواپیمای اوکراین ایران را به عدم شفافیت در این پرونده متهم می‌کنند. فرنوش امیرشاهی با جزئیات بیشتر. همه ابعاد موضوع دیده شده، تمام بررسی‌های فنی انجام شده، بازسازی صحنه که کار سختی است دقیقاً انجام شده، سخن همه شنیده شده. پاسخ رئیس قوه قضاییه به انتقادها از کمکاری ایران در رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه. خط قرمزی برای بررسی، پیگیری و رسیدگی نداریم و هر فرضی که بوده در این قضیه و هر فردی که مورد سوال و اتهام بوده عزیزان ما پیگیری کردن. اظهارات ابراهیم رئیسی واکنشی است به انتقادهای خانواده‌های قربانیان و کشورهای درگیر به پنهانکاری ایران در این پرونده. دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین در سالگرد سرنگونی این هواپیما ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات پرونده متهم کرد و گفت آنچه که اتفاق افتاد اقدامی تروریستی بود. ایران اما میگوید شلیک خطای انسانی و سهوی بود و دلیلی برای اعلام پرواز ممنوع وجود نداشت.
ما در اینجا حمله قطعی به کشور رو نداشتیم و در زمانی که حمله قطعی به کشور صورت نگیره الزامی برای بستن آسمان کشور نیست. در اینجا از دستورالعمل‌های موجود هیچ گونه تخطی صورت نگرفته. وجدان ما آسوده است. ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم. به جز ایران، شهروندان اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا هم از قربانیان پرواز PS752 بودند. مقامات این کشورها از همان ابتدا کارگروه ویژه‌ای برای بررسی علت صدور دستور شلیک موشک به هواپیما تشکیل دادند. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. اما گفتند تحقیقات آنها به دلیل پنهانکاری ایران به نتیجه چندانی نرسیده و مقام‌های ایران از فرستادن اطلاعات و مدارک مربوط به این پرونده و جعبه سیاه تفره رفتند. ایران نماینده‌دار را رد می کند. می گوید با حسن نیت همکاری کرده. جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمین این واقعه داشته، از همون روز اول با جدیت دادستانی نظامی تهران این موضوع رو در دستور کار قرار داد، متهمین رو دستگیر کرده، مراحل قضایی در حال پیگیری هست و وفق مقررات با جدیت این موضوع پیگیری شده. هفته گذشته ایران اعلام کرد تحقیقات پرونده تکمیل شده و تنها یک نفر در بازداشت است. تابعیت هم در نظر نگرفت. حسن روحانی هم گفت که به قربانیان این پرواز $150,000 غرامت می‌دهد. اما خانواده‌ها و کشورهای درگیر در این پرونده می‌گویند که به جای غرامت به دنبال حقیقت و عدالتند. از بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای نظامی تهران مصرراً و مؤکداً می‌خواهیم که با عنایت به دلایل روشن و انکارناپذیر مندرج در لایحه موقت 24/99 این جانبان آقای امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه را که مصداق بارز یکی از عاملین اصلی این جنایت جنگی است احضار، تعقیب و برابر اصول 19، 20، 24، 166 قانون اساسی توجه اتهام به ایشان را مستندن و مستدلن رسیدگی قبول و یارد نمایند. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه پارسال چند دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دست کم دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. شلیک به این هواپیما ساعتی بعد از حمله موشکی ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق بود، به تلافی کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران. مقام های ایران 3 روز علت اصلی سقوط هواپیما را انکار کردند و سرانجام با فشارهای بین المللی مجبور به اعتراف شدند. رفتاری که اعتراض گروهی از مردم را به همراه داشت. نتیجه اعتراضات حالا صدور احکام حبس برای تعدادی از معترضان بود. خانواده های قربانیان هم در یک سال گذشته تحت فشار بودند و حتی احضار و بازداشت شدند. یک سال بعد از سقوط هواپیمای اوکراین هنوز هیچ چیز روشن نیست. نه متهمان مشخصند، نه حکمی صادر شده و نه تحقیقات بین المللی به نتیجه رسیده. تنها وعده پیگیری و تعیین تکلیف پرونده سقوط داده شده و خانواده هایی که با داغی بر دلشان در انتظار حقیقتند. ما دادخواهیم و برای دادخواهی تا زنده ایم میمانیم. فردوش امیرشاهی، BBC. زنده شدن یا خاک سپاری برجام، این سوالی است که بعد از انتخابات آمریکا به جوابش کم و بیش نزدیکتر شدیم. حالا همه چشم ها به کاخ سفید و مردی دوخته شده که از 10 روز دیگر ساکن تازه اون خواهد بود. هرچند توپ در زمین آمریکاست، ایران هم تلاش داره تا بازیگردان باشه تا نتیجه رو به نفع خودش عوض کنه. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای امروز تایید کرده که ایران با سرعت بسیار در حال حرکت به طرف غنی‌سازی 20% اورانیوم. من در جایگاهی نیستم که به رؤسای جمهوری آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و نخست وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان بگویم که باید چه کار کنند.
اما کاملا روشن است که زمان زیادی نداریم. صحبت از چند ماه نیست، بلکه فقط چند هفته فرصت داریم. اگر از من بپرسید که آیا از تعلیق فعالیت بازرسانمان خبر داشتم، میگویم خیر، اما این تدابیر در قوانین پیش بینی شده است. اگر بپرسید که آیا این موضوع را جدی گرفتم، میگویم بله، من این موضوع را جدی میگیرم و نگرانم. ما مسئولیت بازرسی داریم، موظفیم بر توافقنامه های هر دو طرف اعمال نظارت کنیم. همه میدانیم که همه طرف ها نظراتی دارند. انتظار داریم این افراد بر سر میز مذاکره حاضر بشوند و ما هم در این مذاکرات شرکت میکنیم. این داستان البته زمانی وارد مرحله جدیدی شد که مجلس ایران دولت رو ملزم کرد که غنی‌سازی 20% اورانیوم رو شروع کنه. شنبه هم یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران هشدار داد که اگر آنچه تهران می‌خواهد عملی نشود، واکنش‌ها جدی‌تر خواهد شد. اگر تا سوم اسفند ما تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. پروتکل الحاقی رو، بله، این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت یه ماه دادیم، یعنی فکر کنم دوم بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا سوم اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن. هرچند که بعد از این سخنان فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس، گفت ایران بازرسان رو اخراج نمیکنه، بلکه از ورود اونها جلوگیری میکنه. چطور؟ به گفته آقای عباسی، مثلا از راه صادر نکردن ویزا. با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حد اکثری این کشور برای برقراری تحریم ها علیه ایران، تهران رفته رفته از تعهدات خودش به برجام کم کرده. با همه اینها ایران تا پیش از مصوبه مجلس به طرف غنی‌سازی 20% نرفته بود، اتفاقی که به نظر میاد نقض برجام به حساب میاد. ولی شروع غنی‌سازی 20% بیشتر از اون که تهدیدی برای جامعه جهانی باشه به زیان خود ایران نیست؟ اون هم در زمانی که با آمدن جو بایدن به کاخ سفید، بیش از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، امکان مذاکره و رفع تنش و لغو تحریم هاست. آقای گروسی در صحبت هایی که به خاطر آغاز سال نو کرده به مدت 6 دقیقه، در همون دقیقه اول موضوع ایران رو مطرح کرده. آژانس هم میگوید که هر چه زودتر باید روند دیپلماسی شروع شود به امید اینکه جلوگیری بشه که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو باز هم بیشتر پیش ببره. در واقع کاری که جمهوری اسلامی انجام میده مشوق دیپلماسی نیست. از این لحاظ آقای گروسی فکر میکنه که بتواند جلوی این پیشرفت کنترل نشده برنامه هسته ایران، به ویژه غنی‌سازیش و مخصوصا، از طریق دیپلماسی بگیره که دردسر همه طرفا بزرگتر نشه. بهروز بیات بود، مشاور مستقل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ویلیام برنز، دیپلمات کهنه‌کار و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا را به عنوان رئیس جدید CIA معرفی کرد. ویلیام برنز در دوره‌ای از چهره‌های اصلی مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا بود. او قبل از بازنشستگی در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران نقشی محوری داشت. او 7 سال پیش بعد از 33 سال فعالیت در وزارت خارجه بازنشسته شد و بعد از آن هم در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما طرف مشورت مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکا بود. ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی مؤسسه هاتسون از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا با ما هستند. آقای وایتس، گفته میشد که بزرگترین دستاورد آقای اوباما در سیاست خارجی برجام بود. حالا هم آیا میشه گفت که تلاش جو بایدن احیای برجام و انتخاب آقای برنز بی ارتباط به این موضوع نیست؟ Well, I would say
چیزی که من میتونم بگم اینه که پرزیدنت بایدن البته که میخواد که به توافق هسته‌ای که پرزیدنت اوباما امضا کرد برگرده وقتی که خود بایدن معاون او بود، اما به نظر من دلیل اینکه ویلیام برنز رو معرفی کرده برای ریاست CIA بسیار فراتر از این قضیه میره. این حقیقت داره که آقای برنز در کنار جیک سالیوان رهبری تیم مذاکره کننده آمریکا رو در زمینه مذاکرات هسته‌ای داشت در ابتدای مذاکرات کمک کرد که مذاکرات رسمی رو از طریق اون کانال‌های پشتی غیر رسمی فعال کنه. اما ویلیام برنز یک کارنامه بسیار طولانی داره، سفیر آمریکا در مسکو بوده، سمت‌های عالی رتبه‌ای رو در خاورمیانه داشته، سمت‌های عالی رتبه‌ای رو در واشنگتن در وزارت خارجه داشته و در به اصطلاح تینک تانک ها یا اتاق فکر های مهم. بنابراین حتی به او به چشم گزینه احتمالی برای ریاست برای وزارت خارجه هم نگاه میشد، چه در کابینه بایدن و چه در کابینه هیلاری کلینتون اگر برنده میشد. بنابراین فکر نمی کنم که این لزوماً اهمیت خاصی در ارتباط با پرونده ایران داشته باشه. فکر می کنم صرفاً به این دلیل که او یک فرد خیلی مورد احترام هست، یک دیپلمات سابق شناخته شده هست، میتونه کمک کنه که سرویس های اطلاعاتی آمریکا رو تحت دولت جدید تقویت کنه، سرویس هایی که در این سالهای اخیر تا حدی تضعیف شده بودند. بنابراین او در زمینهای مختلفی میتونه مفید باشه از جمله در ارتباط با ایران. او یک مذاکره کننده است، شما هم اشاره کردید، دیپلماتی است که بسیار تحسین شده. آیا میشه از این اینطور برداشت کرد که سیاست آقای بایدن سیاستی خواهد بود که بر مبنای مذاکره پیش خواهد رفت یا با شیوه مذاکره پیش خواهد رفت، برعکس کسی مثل آقای ترامپ که در خیلی از جاها اهل استفاده از زور بود یا فشار بود و همینطور اهل مواجهه؟ Yes, I expect that the بله، من انتظار دارم که تیم بایدن از جمله الان رئیس جدید معرفی شده برای CIA آقای برنز و همینطور دیگر اعضای تیم از جمله خود رئیس جمهور این رو گفتن که یک مقدار نگران کمبود مشورت با متحدان آمریکا بودند در دولت قبلی، کمبود مشورت، نبود مشورت با آژانس‌های مختلف، دپارتمان‌های مختلف دولت از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و همچنین وزارت دفاع و وزارت خارجه. بنابراین اونها خواستار یک رابطه توأم با همکاری بیشتر با متحدان آمریکا هم بودند و هستند. بنابراین همه این فاکتورها این رو نشون میده که تیم جدید خیلی اشتیاق بیشتری خواهد داشت که با یک دامنه گسترده‌تری از شرکای آمریکا در داخل آمریکا و در خارج آمریکا همکاری کنند در مورد موضوعات مختلف از جمله در ارتباط با پرونده ایران. ممنونم از ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی مؤسسه هاتسون از ایالت ویرجینیا با ما. آلودگی هوای تهران امروز در بعضی مناطق به سطح بنفش، یعنی بسیار ناسالم رسیده. در بعضی دیگر از کلان شهرها هم هوا بسیار آلوده و ناسالم برای همه گروه‌ها گزارش شده. همزمان هشدار درباره مصرف مازوت در بعضی نیروگاه‌ها شدت گرفته. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته خاموشی و قطع برق را ترجیح می‌دهد به استفاده از مازوت. باران عباسی گزارش می‌دهد. آسمان تیره پایتخت ایران، چهره هر ساله تهران با آمدن زمستان و شهروندان ماسک به صورت در مواجهه همزمان با کرونا و اثر وارونگی دما، به دام افتادن ذرات معلق در ارتفاعات پایین با آمدن فصل سرما. هوای بخشای بزرگی از استان تهران امروز برای همه ناسالم بوده و در بعضی نقاط پایتخت شاخص آلودگی هوا از قرمز به رنگ بنفش در آمده، یعنی بسیار ناسالم. اما هوای بعضی شهرها حتی از تهران هم بدتر است، از جمله بخشهایی از استان قم و خراسان جنوبی که آلودگی هوا به سطح خطرناک رسیده. هوای عراق، اصفهان، بجنورد، تبریز، اهواز و مشهد هم امروز ناسالم برای همه گروه‌ها تشخیص داده شده.
یکی از علت‌ها به گفته بعضی مقام‌ها مصرف سوخت‌های غیر استاندارد و مازوت در صنایع و نیروگاه هاست. گزارش‌ها در این باره اما ضد و نقیزند. این سه تا مخزن هم مخازن مازوت هست توی کارخونه سیمان، اما همونطور که می‌بینید این شیر خروجی هستش که پلمپه. این تصاویر تلویزیون دولتی ایران در جستجوی این سوخت بسیار آلاینده در کارخانه‌های اطراف تهران. نیروگاه‌هایی که در استان تهران داریم سوختشون گازوئیل هستش. گازوئیلی که مصرف می‌کنن گازوئیل یورو 4 یا یورو 5 نیستش. گازوئیلشون محتوای گوگردش بالا هستش. چون فواصل این دوتا نیروگاهی که الان دارن گازوئیل مصرف می‌کنن با شهر تهران خیلی هستش، در واقع زیاد اثرگذاری چشمگیری روی شهر تهران ندارن. سخنی متناقض با گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست. توی فصل سرد سال با توجه به اینکه مصرف خانگی افزایش پیدا میکنه با کمبود گاز مواجه میشن و مجبورن که سوخت گاز نیروگاه رو مصرف خانگی بدن و به ازای همون هم باید خب سوخت جایگزین مثل مازوت برای نیروگاه استفاده بکنن، که البته سازمان محیط زیست با این مخالفه. در واقع خطی که سوخت مازوت به نیروگاه در واقع میرفت رو هم برای همین نیروگاه پلمپ کرده بود، ولی خب به دستور دادستان بعضی نیروگاه‌ها این پلمپ رو باز کردن و دارن مازوت استفاده میکنن. بیژن زنگن وزیر نفت گفته چاره‌ای جز مصرف مازوت نیست. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اما میگوید چاره تعطیلی نیروگاه است. از نظر من بهتر است که روزی 2 ساعت خاموشی داشته باشیم اما از مازوت استفاده نکنیم. ما در زمان جنگ هم روزی 7 تا 8 ساعت با خاموشی مواجه بودیم. اما مازوت تنها علت آلودگی نیست. سازمان حفاظت محیط زیست میگوید 60% از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک مثل خودروها و موتورسیکلت هاست و چاره کار اجرای قانون هوای پاک، قانونی که 18 نهاد مختلف از جمله وزارتخانه های صنعت و کشور و شهرداری ها را موظف به اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا میکنند. قانونی که 3 سال پیش تصویب شد اما خبری از اجرای آن نیست. آلودگی هوا سال هاست که یکی از مشکلات اصلی زندگی در تهران و بعضی دیگر از شهرهای بزرگ بوده. مشکلی که امسال با شیوع ویروسی که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد دوچندان شده. راهکار مسئولان اما هر سال اقدامات موقت مثل تعطیلی‌های چند روزه که گاهی به مرحله اجرا نمی‌رسند و نشستن به انتظار وزیدن باد و بارش باران. باران عباسی، بی بی سی. پیام‌رسان واتساپ مقررات حریم خصوصی خود را تغییر داده و همین باعث نارضایتی‌های زیادی شده. بر اساس مقررات جدید واتساپ که متعلق به شرکت فیسبوک است می‌تواند از اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام استفاده کند، حتی اگر کاربر در این شبکه‌ها حضور نداشته باشد. همین باعث شده که خیلی ها مثل ایلان ماسک کارآفرین مشهور بگویند واتساپ را کنار میگذارند و از پیام رسانهای دیگر مثل سیگنال استفاده میکنند. نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت و حریم خصوصی از واشنگتن دی سی با ماست. های فاطمی، اول چرا واتساپ چنین کاری میکنه؟ خب طبیعتاً ما میدونیم که بیزنس مدل فیسبوک اینه که از اطلاعات کاربرها استفاده کنه و طی چند سال گذشته وقتی که بعد از بیرون اومدن اسنودن و افشای ماجرای دزدی اطلاعاتی که دولت آمریکا و بقیه دولت‌ها از کاربران در همه جای دنیا انجام می‌دادن، باعث شد که یه تب حریم خصوصی توی همه شرکت‌هایی که تکنولوژی ارائه میدن بیفته، به خاطر اینکه آدم‌های بیشتری احتیاج داشتن که به از حریم خصوصیشون محافظت کنن. و فهم کنم حدود سال 2015 بود که واتساپ با در واقع با همین سیگنال، با کسایی که سیگنال رو درست کردن تماس گرفتن و ازشون خواستن که پروتکل سیگنال رو برای رمزگذاری مبدأ تا مقصد روی واتساپ رو هم انجام بدن. ولی به نظر میرسه که بعد از چند سال که گذشته و واتساپ تونسته کاربرای بیشتری رو جذب کنه، این تصمیمشون رو عوض کردن و الان واتساپ داره قرار شده که اطلاعات خصوصی آدم‌ها رو با فیسبوک شیر کنه. و یه جمله خیلی مهمی هم بود که توی
داکیومنت های توی داکیومنت های امنیت واتساپ منتشر شده بود که ما بهش میگیم مثلا هند وایت پیپر، سکیوریتی وایت پیپر، که اونجا نوشته بود که فیسبوک دسترسی نخواهد داشت به اطلاعات کاربران وقتی که توی چت های خصوصی کاربران وقتی که به همدیگه روی واتساپ مسیج میدن، که چند تا از محققین متوجه شده بودن اون خط رو حذف کردن از توی اون مستندات فیسبوک که بسیار نگران کننده است. من سوالم این بود که دلیل اینکه این کار رو میکنه آیا مثلا مسئله تجاری اینجا، افزایش نفوذ، گسترش بازاره، یعنی چی باعث میشه که به طرف همچین حرکت جنجال برانگیزی بره؟ ببینید، باید توجه داشته باشیم که اساساً فیسبوک، روشی که فیسبوک پول در میاره از اطلاعات مردمه، صحیح. از روش های مختلف برای دسترسی به این اطلاعات. به طور مثال فیسبوک، اپ اینستاگرام مال فیسبوکه، اپ واتساپ مال فیسبوکه، اپ پینترست برای فیسبوکه و همینطور خیلی از وبسایت های دیگه ای که دکمه لایک فیسبوک رو روی وبسایتشون قرار میدن. فیسبوک به همه این اطلاعات همه کاربرا وقتی که از همه این اطلاعات از همه این پلتفرم های مختلف استفاده میکنن دسترسی داره و با استفاده از دسترسی به این اطلاعات و بر اساس فعالیت های شما اینترنت یه پروفایلی از شما درست میکنه به اسم شادو پروفایل که متوجه. از با اون پول در میاره بیسیکلی. خیلی خوب، الان هم که واتساپ متعلق به فیسبوکه، یعنی چه اتفاقی در نهایت میفته؟ بنا اگر فیسبوک بخواد به اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنه به خاطر اینکه مالک است احتمالاً میتونه دیگه، نباید کار خیلی سختی باشه. قبلا به خاطر اینکه واتساپ از پروتکل سیگنال برای رمزگذاری ارتباطات استفاده میکرد، فیسبوک دسترسی نداشت به اطلاعات کاربرا و تنها چیزی که میتونستن بهش دسترسی داشته باشن اینه که فلان شماره با فلان شماره تماس گرفته در چنین ساعتی و اینقدر با هم صحبت کردن یا در اینقدر مسیج پیام فرستادنشون اینقدر طول کشیده. ولی الان با وجود این تغییری که انجام دادن به تمام اطلاعات اینکه آدم‌ها راجع به چی با هم دیگه حرف می‌زنن دسترسی خواهند داشت. متشکرم از نیما فاطمی. اخیراً اترا یا اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان از کسانی که گوشی‌هایشان در کشور گم یا دزدیده می‌شود خواسته بود با گرفتن شماره 999 و گفتن کد IMA اون در کمتر از 48 ساعت گوشی گم شده خودشون رو غیر فعال بکنن، اما حالا این اداره میگه که عملی کردن این طرح زمان گیر است. حجم گوشی هایی که در کشورهای مثل افغانستان، ایران و پاکستان و حتی امارات متحده عربی سرقت شده یک چرخه تجارت سیاه رو در منطقه به وجود آورده. خبرنگار ما محمد قایزاده از هرات گزارش میده. بازار تلفن‌های هوشمند در افغانستان بسیار گرم است. مثل این بازار در کابل، در بیشتر شهرها، در کنار گوشی‌های کاملاً جدید، گوشی‌های دست دوم هم به راحتی قابل دسترسند. دست دوم در اصل به تلفن‌های گفته می‌شود که نو نباشند. اما این عبارت گاه پوشش برای تلفن‌های سرقت شده هم هست. برخی از این تلفن‌های دست دوم راه دراز می‌پیمایند. اغلب تلفن هایی که در یکی از کشورهای منطقه به سرقت می رود در کشور دیگر به مشتری عرضه می شود. بعضی موبایل ها سرقت می شود، او از خود افراد داره، فامیلی با مو افراد مشخصشان می ره اموجه معامله می کنه، یکی باز با کی می فروشه او نامعلوم است، نفر خوب و خراب معلوم است، مثلا با ما معلوم است که کی فامیلی این کار را می کنه کی نمی کنه. برخی حتی به بی بی سی گفتند که وقت دلیل تفاوت قیمت دو تلفن به ظاهر مشابه را از فروشنده پرسیدند، فروشنده آشکارا گفته که تلفن ارزانتر سرقت و از فلان کشور وارد شده است. گوشی های دست دوم اغلب از ایران، پاکستان و امارات متحده وارد افغانستان می شوند. بیشتر به گونه قاچاق. هرات در غرب افغانستان مقصد اصلی قاچاق گوشی های استفاده شده از ایران است. وارد کنندگان این گوشی ها حاضر به گفتگو در برابر دوربین نمی شوند. اما می گویند شبکه از فروشندگان ایرانی و افغان گوشی ها را از یک کشور به کشور دیگر قاچاق می کنند.
احتمالاً همه فروشندگانی که گوشی‌ها را از افراد می‌خرند نمی‌توانند با اطمینان تلفن‌های سرقتی را تشخیص بدهند، اما دست کم این را می‌دانند که چرخه تجارت تلفن‌های سرقتی در گردش است، هرچند به صورت نامرئی. یک مبارزه بسیار عظیمی میخواد که در مقابل ازی بکنیم، چالش بسیار عظیمی هست و از عهده مثلا دولت افغانستان در ازی وضع شکننده‌ای که قرار داره هم بیرون است. از اینجا گوشی‌های سرقتی سرقت که میشن یا میره به دیگه ولایت ها یا از همین راست میره مثلا بیرون میشن به دیگه کشورهای مثل انجام پاکستان باز میره، اونا بازو قسمت با ثبت راجستر میشن چون ثبت نبودن، از اینجا اونا میرن بازو قسمت استفاده میشن. اترا، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، تازگی ها به فکر از کار انداختن گوشی های سرقت شده افتاده، اما روشن نیست این کار چه زمانه عملی خواهد شد. طرز العمل خنثی‌سازی و بلاک کردن موبایل های مفقودی از سوی اداره اترا نهایی و قابل تطبیق است و به سایر ارگان های دولتی و امنیتی و شرکت های مخابراتی اعلام شده است. اما در این رابطه ما میخواییم که یک شبکه ملی EIR بسازیم و او را به شبکه جهانی EIR وصل بسازیم. این وقت کار است در این مورد. تلفن های هوشمند پیشرفته حالا تنها برای ارتباط و مکالمه اهمیت ندارند، بلکه وسیله تجملی و نوع فیشن هم هست. کم نیستند کسانی که خرید گوشی مستعمل مدل بالا را به خرید گوشی جدیدی که دیگر از مد افتادند ترجیح می دهند. شاید به همین دلیل بازار فروش گوشی های مستعمل در همه جا گرم است، اما بسیاری برای هر نوع گوشی به فروشندگان آشنا و فروشنده هایی که به نظرشان معتبر است مراجعه می کنند. اجناس ماز شرکت های مشهور در افغانستان که است و غیر از آن از شرکت های مشهور جهانی افغانستان میاریم. در عرصه موبایل های مستعمل و جدید الحمدلله فروشات هر دو بهتر است. شاید برای همه کسانی که گوشی های همراه دارند توصیه مناسب این باشد که مراقب باشید، هم در خریداری و هم در نگهداری. محمد قاضی زاده، بی بی سی. دربی پایتخت ایران با وجود آلودگی شدید هوا برگزار شد، ولی نه پرسپولیس و نه استقلال نتونستن برنده بشن. پرسپولیس تا دقیقه 92 بازی 2-1 از حریف سنتی خود جلو بود، ولی گل مهدی قائدی امتیازها رو بین دو تیم تقسیم کرد. کاوه مشکات نگاهی کرده به 94مین دربی تهران. دربی در وضعیت بنفش تهران. سازمان کنترل کیفیت هوای پایتخت گفته بود برگزاری این بازی به مصلحت نیست، اما نهایت با نظر سازمان لیگ مصلحت به انجام 94مین بازی پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه خالی آزادی بود. آبی ها با داشتن 18 امتیاز از 9 بازی به ورزشگاه رسیدند. پرسپولیسی ها انگار هنوز از شوک باخت در فینال لیگ قهرمانان آسیا بیرون نیامده بودند. 3 تساوی در 3 مسابقه لیگ. ارسلان مطهری مهاجم استقلال برای زدن گل حتی به گزارشگر مسابقه تلویزیون ایران فرصت نداد خواندن اسامی بازیکنان را تمام کند. محمدی، داور چهارم حسن یوسفی، داوران کنار دروازه بیژن حیدری و وحید کاظمی هستند. ناظر ویژه مسابقه هم فریدون اصفهانیان. همینجا گل در همین ابتدای کار، در حالی که اسامی رو حذف کردن تیم استقلال به گل میرسه. مثل خیلی از داربی های سرخابی این بازی هم حاشیه داوری داشت. اشاره داره و اعتقاد داره که توپ به دست خورده، برمیگرده. دوباره پرسپولیس برای زدن گل مساوی فرصت کم نداشت، ولی راه دروازه استقلال را بلد نبود. سرخ‌ها در نیمه دوم می توانستن خیال خود را از گرفتن 3 امتیاز بازی راحت کنند. پرسپولیس در همان شروع نیمه دوم گل مساوی را زد. حالا موقعیت هست برای گل. ضربه توی دروازه. توی دروازه گل مساوی برای تیم پرسپولیس به ثمر می‌رسد. یک پاس بلند، اشتباه مدافع استقلال و گل. شادی گل خودش رو اینجوری نشون میده. بعد از دست دادن چندین موقعیت ایدئال، پرسپولیس بالاخره گل دوم را زد. دروازه. یه ضربه و گل.
بعد از این گل استقلال جلو کشید و سرخ‌ها فضای بیشتری را برای حمله پیدا کردند. فرصت برای پرسپولیس، فرصت برای گل سوم، ولی بیشتر از دو گل نزدند. دقیقه 92 بازی همه پرسپولیسی‌ها در فکر برد بودند که برید عباسه یه بار دیگه موقعیت از این طرف یاران استقلال، فرصت برای گل مساوی، ضربه میزنه توی دروازه. مهدی قائدی استقلال را از شکست نجات داد. مهدی قائدی یه گل طلایی برای استقلالی ها میزنه و اینجوری جشن و شادمانی اونها به پا میشه. بازیکنان یحیی گل محمدی به راحتی میتوانستن برنده بازی باشند، ولی به گفته سرمربی این تیم حتی از شش قدم هم نتوانستند گل بزنند. هنوز پرسپولیس درست سرمربی پرسپولیس بعد از بازی از اتفاقهای پشت پرده این باشگاه خشمگین است. خب متاسفانه اتفاقاتی که افتاد بعد از فینال آسیا، قبل از فینال آسیا اتفاقاتی بود که یه جورایی به نظر من برنامه‌ریزی شده بود برای اینکه پرسپولیس رو ضعیف کنن. در طرف دیگر محمود فکری از داور بازی انتقاد کرد. این بازی میخوره به دست، میگن توپ خورده به دست، ما نمیدونیم، تمام قوانین همه بر ضرر ماست. بازی زوبا هم بازیکن حریف بازیکن ما رو میزنه، کارت زرد بهش میدن. اینجا مثلا میان اعتراض میکنن که عارف غلامی باید اخراج بشه. و به چه دلیل باید اخراج بشه؟ دومین داربی بدون تماشاگر پایتخت مساوی تمام شد. قهرمان فصل گذشته لیگ هرچند تنها تیم بدون باخت این فصل است، هنوز در حسرت فرم خوب پیش از شکست در فینال لیگ قهرمانان باقی مانده. تمام! بازی تمام میشه. استقلال امیدوار به ادامه حفظ جایگاهش در بالای جدول، ردیف دوم. فعلا. شب دراز است البته و فوتبال دوستان روزهای کرونا بیدار. کاوه مشکات، بی بی سی. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. ممنون.